بالاخره تموم شد پوست شیر چطور بودید باش؟ برای که کل سریال رو دیدید نظرتون رو در مورد کلیتش بگید و در مورد شکل پایان بندیش راضی بودید یا نه؟ منم میگم این دو دوکشن عوض شده به این علت که من هنوز توی سفرم ولی خب ناگزیر بودم در مورد شیر حرف بزنم به دو علت علت اول اینکه خودم دوست داشتم در موردش حرف بزنم علت دوم که میدونستم خیلی از شما انتظار دارید که خیلی زود نظرم رو در مورد این سریال بهتون بگم بریم تو کارش قسمت آخر که شروع شد سکانس یک رو که دیدم گفتم اوه قرار نیست تب و تاب خاصی اتفاق بیفته و هیجان عظیمی رخ بده چون خیلی با حوصله و صبور و کنده عین قسمت قبلی قسمت قبلی به حد کافی کند بود من فکر میکردم که آها میخواد بذاره همه چیزو دو سه قسمت آخر یه قسمت پرچالش پر ریتم عجیب غریب ببینیم ولی شروع که شد قسمت آخر فهمیدم که نه از این خبر نیست پاس کردم نگاه کردم 35 دقیقه گذشته از قسمت آخر و هنوز هیجانی به من وارد نشده هنوز اتفاقی در اونم رخ نداده تو دل همین سکانس های کند سکانسی که لیلا دختر مدرسه ای رو بغل کرد برام احساسات برانگیز بود واقعا حتی ماجرای کشف گربه توسط مشکات هم اتفاقی برام رقم نزد چهل و سه چهار دقیقه گذشته بود که شروع کرد یه کارایی انجام دادن رسید به سکانس رویارویی منصور و نعیم توی حمام زندان که به نظرم سکانس خیلی خوبی بود اگه پلان های موازی ماشین سواری مشکات رو در نظر نگیریم که از نظر کیفی خیلی لولش متفاوت بود با اون سکانس این تدوین موازی کار رو خراب کرده بود واسه هیجانی هم ایجاد نمی که حالا من... یعنی چی مشکات چرا داره با عجله میره سراغ نه بذار فردا بهش بگو که من فهمیدم ماجرا چیه حالا چرا داری اینقدر پرخطر تو اتوبان با سرعت میری تو که نمیدونستی منصور رو نعیم الان با هم دیگه دارن درگیر میشن که اگه میدونست این عجله معنی پیدا میکرد اما چون نمیدونست میتونست خیلی عادی بره و به نعیم بگی یا زنگ بزنه بهش بگی حتی یه ایراد دیگه هم میشه به صحنه رویا روی گره فرام اینه که اصولا من شنیدم که توی زندان قاضی اجازه نمیده دو شخص که به یک پرونده مربوطن و ممکنه ای براشون اتفاق بیفته کنار هم بودنشون نمیذاره کنار هم دیگه توی یک بند توی یک زندان قرار بگیرن حالا از این میگذریم واقعا چون دیگه چه کار میشد پس کرد که این سکانس هیچن انگیز رخ بده من میگذرم ازش حتما این سکانس عطف و منجی قسمت آخر سریاله نه چرا؟ شکل دیالوگ نویسی و بازیگری مشتبه پیرزاده باعث میشه من به عنوان یک بیننده هدف منصور رو و جنایت بزرگی رو که انجام داد بفهمم و بپذیرم میفهمم که این آدم شکل تحلیل ذهنیش و بیماری ذهنیش یک جای دیگری استاده که از درک ما گاهی خارجه میفهممش جنونش رو میفهمم انگیزه ای که برای خودش شکل داده برای اینکه کاری این انجام بده با نعیم و زندگی و دخترش منطقی به نظر میرسه در شکل سیمپیچی مغزی بیمارگونه منصور من اینو میپذیرم این بزرگترین چیزی بود که اگر نمیپذیرفتیمش احتمالا میشد ضعف بزرگ سریال که نابخشودنی بود من پذیرفتم که چرا من سوچه این کاری کرد صابر عاشق من بود تو حیوان یه کاری کرده که من از چشمش بیافتم مشتاق پیرزاده توی این سکانس خوب نبود به نظرم خوب نبود عالی بود عالی دیگه چیه؟ نمیدونم از شکل بیانش بگم یا از نوع اکتش اگرچه که یک مقداری منو یاد هیث جوکر نولان مینداخت ولی عالی بود عالی <تص> 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 میرسیم به اونجایی که چشمش چشمشو باز میکنه میزنه زیر پای منصور و میشینه روش یه پیچش داستانیه و لحظه ای در مورد این پلان میخوام بهتون بگم دوربین میاد پایین از پایین نعیم رو میگیره اگه کیفیت پلان سریال رو به طور میانگین اینجا بدونیم کیفیت این پلان به نظرم اینجاست شما نگاه کنید به نوع قابندی که از پایین داره میگیره رنگ و رخ کار گیریمی که روی من نعیم اتفاق افتاده و خود بازیگری بازیگر سنگ چشمها ها تکون نمیخوره و محفظه چشم پر از اشک خون سرازیر شد خیلی خوبه خیلی خوبه من خیلی این پلان رو دوست دارم از نظر بازیگری و نوع تصویر برداری و رنگ و رخ و گیریم باعث میشه ما نعیمی رو ببینیم که انگار هیچ وقت ندیدیم یه نعیم تازه ببینیم و باید این اتفاق بیفته چون این مهمترین لحظه زندگی نعیمه فقط به این خاطر فقط به خاطر این لحظه زنده است پس توی اون لحظه نعیم تبدیل به یه آدم دیگه ای میشه یه حادی جزیفر این کارو میکنه قسمت آخر سورپرایز بزرگی نداشت هیجان شکمو نکرد و حالا دیگه میتونم راحت بگم که به وضوح سریال میتونست تعداد اپیزودهای کمتری داشته باشه و خوش ریتم تر اتفاق بیفته اما اگه بیرحم نباشیم مثل خود پوست شیر که خیلی بیرحم بود بدم نبود خیلی بد تموم نشد جذاب نبودا ولی خیلی بد تموم نشد رفتاری که کاراکترها از خودشون نشون دادن منطقی بود به نسبت انگیزه هاشون اقدام کردن محب همه جوره سعی کرد سندی بر گناهکار بودن منصور پیدا کنه نه این برای انتقام گرفتن خودش رو به منصور رسوند و منصور هم آماده مقابله بود حتی حتی چون این یکی از پرتکرارترین سوالات بود من یه نظر سنجی گذاشتم گفتم آقا اگر به چه سوالی پاسخ نده چه ابهامی برطرف نکنه قسمت آخر تو پرتون میخوره تو ذوقتون میخوره بیشترین چیزی که همه گفتن گفتن ارتباط منصور با درختی چیه چرا پای درختی رو وارد این پرونده کرد و محب رو کشون تو پرونده حتی اینم تو ذوق من نذا چون به این سوال پاسخ نداد میدونین چرا چون خب دید قتل تو، یعنی ربایش ساحل توی اون منطقه جغرافیایی رخ داده پس میتونه برای اینکه گمراه کنه پرونده رو مبهم کنه بتونه کاراشو انجام بده اینا فکر کنن ساحل مرده از گزینه درختی استفاده بکنه پرونده رو به شکل درختی انجام بده که اینا فکر کنن اول درختیه و فکر کنن واقعا ساحل مرده بتونه یک جسدی رو بسوزونه که اینجوری صحنه سازی کنه که این ساحله برای ساحل به من ساحل کشتم یعنی از اون پرونده درختی که حالا من دیگه نمیدونم چجوری بهش دسترسی داشته چجوری مطلع شده که غیر ممکن نیست بالاخره یه پرونده‌ای که همه مردم و منطقه ازش مطلع بودن استفاده بکنه برای اینکه اینجوری جلوه بده که ساحل رو کشته اول برای من خیلی باگ بزرگی نیست که ربط درختی به منصور مشخص نشد منطقم برام اینه اما چند تا ابهام مهم برام باقی میمونه اولیش چرا منصور بعد از اینکه ساحل رو واقعا کشت نرفت از کشور از کشور کارش رو انجام داد تیکه تیکه کرد نه این قول خودش تقاس کاری که به ذهن خودش باید میداد رو نعیم داد دیگه چرا فرار نکردی چرا موندی بخواستی خود نعیم رو بکشی خب میکشتیش میرفتی چرا اونجوری دستگیر شد توی قبرستون اونقدر بدون جان و ساده فقط در یک صورت منطقی بود برای من در این صورت که خودش خودش رو تسلیم کرده باشه چون یک سناریوی دیگه ای داشته باشه مثلا چه سناریویی با محب روبرو رو بشه با محب مسئله شخصی داشت دیدیم که نداشت هیچ ربطی مستقیم به پرونده درختی نداشت پس چی میخواست با نعیم تو زندان مقابل مقابل بشه و نعیم رو بکشه بیرون میکشتیش خب اسکل چرا باید مثلا بیفتی تو زندان ریسک کنی هم بیرون میکشتیش و میرفتی همه کاراتو دیگه انجام داده بودی پس چرا خودشو تسلیم کرد آن خودشو تسلیم نکرد گرفتنش اتفاقی پس چرا باید بدون هیجان خوبی کار خیلی هیجان انگیز میکردین سریال اینجا بود نحفه گرفتن منصور اینجا بود یه مسئله دیگه ای چرا منصور چون فهمیدیم اون کسی که داخل اون خونه بوده با ساحل منصور بوده دیگه میلنگید خب این این زن رو ایجاد میکنه که خالقین اثر یک اطلاعات غلطی دو دادن برای اینکه ما گمراه بشیم و هیچ پاسخی هم براش ندادن فقط برای این بوده که ما گمراه بشیم نفهمیم چه کسی پشت قضیه است چون بعدش هیچ علتی برای لنگیدن منصور مشخص نشد یه چیز دیگه چرا حلقه اینساد برای منصور مهم بود قشنگ مهم بود براش دستش بود همیشه موقع ظرف درش می آورد ظرف میشوس این خراب نشه دوباره میذاشته تو دو دستش این که اصلا ساخته که دست اون جواهر فروشی بود که اینا کشته بودنش اصلا اهمیتی نداشت این آدم تو زندگی منصور چرا جاش گذاشت اصلا که اینا برسن به منصور تو میخواستی بفهمن یعنی کار تو بوده که نه این بیشتر بسوزه فرار میکردی میرفتی خارج از کشور یه پیام براش و گفتی همش کار من بود جوابی براش ندارم اگه جوابی دارید برای هر کدوم از این مسائلی که من گفتم لطفا تو کامنت ها بنویسید و روشنم بکنید اگه شما هم سوال و ابهام دیگه ای دارید که براتون روشن نشد لطفا بنویسید ببینیم دیگه چه ابهاماتی بود که بهش پاسخی داده نشد خب واقعا به سری از چیزها پاسخ نداد ولی به کلیت مجموعه پوستشیر میشه بخشید سریال جذابی بود ما یه ارتش بودیم بچه هزاران نفر آدم داشتن پیش بینی می تحلیل میکردن خط داستانی میدادن اینو دو نفر آدم بودن نشستن فیلم رو نوشتن و ما عشق کردیم میدونم که خیلی از شما به این قائلید که واقعا منتظر دیدن قسمت های بعدی هی بودید هی انتظار میکشیدید قسمت بعدی پوست شیر بیاد و این نکته بسیار مهمیه مدت هاست ما همچین چیزی در سینما سریالمون ندیدیم حالا سریالمون حال کاری ندارم تو سریال های چند وقت اخیر چند سال اخیر نبوده سریالی که ما انقدر منتظر قسمت بعدیش باشیم واقعا به جز مثلا اپیزود یک قورباغه چیزی که تو ذهن منه یک قورباغه که تموم شد واقعا منتظر بودیم دوش بیاد ولی پوستشیر هر قسمت تقریبا این انتظار رو در ما ایجاد کرد از جهات مختلف سریال موفقی بود شیر فیلمنامه خوبی داشت انتخاب بازیگری خوبی داشت تقریبا همه بازیگرا خوب بازی کردن من تقریبا نماد همه بازیگری ها گفتم در مورد پردیس احمدی یادم رفت بگم خیلی خوب بازی کرد کار خودش انجام داد ساحل و پذیرفتیم اصلا خیلی مهم بود ما ساحل رو بپذیریم که بعدش تنشهای بعدی در ما رخ بده پذیرفتیمش به حشکل مهم میشه خاطر بازیگری پردیس احمدیه بود و حیف یادم بوده این نگم مارکتینگ خوبی داشت سریال پوست شیر کار تبلیغاتی که براشون تبلیغات خیلی مهمه کار تبلیغاتی که براشون انجام دادن خیلی خوب بود جواب داد مثلا همین که گفتن از خودتون فیلم بگیرید از ریاکشنتون در حین تماشای قسمت سوم فصل سه قسمت سوم بود فکر میکنم که ساحل کشته شد خب ایده ای بود که هیجان ایجاد کرد واقعا همه گفتن که او چی میخواد بشه بریم ببینیم حداقل این کارو که کرد بعدش ایده خوب به سرانجام نرسید چون خیلی از فیلم هایی که اعتمادا به دستشون رسیده بی بود و نتونستن اینو دستشون بسته بود نتونستن پخش بکنن میدونی ولی اون کار رو کرد تبلیغاتش رو انجام داد یا اکرانایی که گذاشتن حالا سریال دیگه این کارو کردن اکرانا هم بعد تبلیغاتی خیلی خوبی داشت یه مجموعه خوبی جمع شده بود تا پوستشی به سمر بشینه که نشست نوش جونشون موفقیتش خسته نباشید میگم به همه عواملش با وجود تمام نقدهایی که بهش وارده کار کاری بود که جذاب بود و سرگرممون کرد و هیجان زدمون کرد و عشق کردیم باهاش نوش جونشون تهش هم که با پخش کردن صدای رویایی آقای صدا خوشحالمون کردن ابی عزیز خوند گفتیم خدا کنه محدود به یه بیت نباشه اما دیدیم که تا تحت تیتراج ترک رو رفت ایول اما در نهایت چون من در مورد یه بمبی حرف زده بودم گفتم این مسیر این بمبه داره میاد و ب... یعنی روشنه داره هی شعله نزدیک میشه به بمب مهمه که این بمب توی قسمت آخر بترکه حالا ترکید یا نه ترکید به نظر من بمب سریال پوستشی در قسمت آخر نه ترکید خوب بودم عالی نبود و چه حیف آمو کلی ایول مخلصیم نظارتونو رو بینیمسید برام در تماسیم نمیدونم چیزی دیگه ای می میخواستم بگم یا نه یوچ خوب بود همه چی؟ با حال بود من به ذهنم همین کارو میکنند یه کار میکنن م... میگم مردم یادشون میره ولی جنگ بود این سری مثلا تو یوتیوب ده نفر نشستن ریز بریز ما منتظر اینم هستیم ما منتظر... میدونی این سری دیگه لو رفت خیلی از فیلم و سریال ها این کارو میکنن تو دنیا این کارو میکنن یه چیزی میذاره بعدم میگه یادش میره دیگه ولی پوست شیر بد جور رفت زیر ذره بین هم براش خوب شد هیت هیت شد چرا براش مهم بود هم هیت شد سریال براش خوب شد دیگه هم چیز شد دیگه هم سوتیاش در اومد چون همه منتظر بودن میگم ما یه ارتش بودیم افتاده بودیم به جون دو نفر نویسنده همون جوائل. سخته سخت دیگه مغز دو نفر آدم بود خیلی خوب بود آره ببین یه فیلم رو. چه ایده خوبی و یه سریال رو کل مردم ایران بنویسن چیز خوب می‌نویسن قسمت و آخر میترکوندن آسان یه چیز عظیم عجیب میساختن مطمئن باش اگه مجوز میگرفت خیلی کارا میشد کرد متریال خوبی داده بودن نویسنده ها. قسمت آخرم خوب بود منطقی بود راضی کننده خیلی هم راضی ولی بمبه میتونست بهتره که نمیدونم یه شایعاتی هم هست میگن سانسور شده و فلان شده بود، نمیدونم چی حالا سان... واقعیه یا نه یعنی مجبورشون انگار که الان جور دیگه ای بنویسن اینو بپرسن